27 رجب الاسب ساروز مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله است بر همین اساس همه شیعیان, جهان در این روز غرق در شادی و سرور هستند به صد برگزیده شدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله به پیامبری و آغاز رسالت ایشان است که بنابر مشهور در 27 رجب سال چهلم آمولفی روی داد از این رو در فرهنگ شیعی هفته رجب به عنوان عید مبعث گرامی داشته می شود به سطح پیامبر سرآغاز دین اسلام و مقدمه برچیده شدن بودپرستی از حجاز بود به سطح رسول خدا صلی الله علیه و آله بنابر مشهور در چهل سالگی ایشان رخ داده است رسول خدا صلی الله علیه و آله در قاره حرا به نبوت رسیدند گفتنی است در روز مبعث شیعیان و عاشقان رسول خدا صلی الله علیه, علیه و و اهل اسمت و طهارت علیهم السلام شهرها و کشورهای جهان در خوشحالی و سرور به سر میبرند و مراسم جشن و شادی برپا می کنند به همین مناسبت مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع و آیت الله لزما سه صادق حسینی شیرازی از الله نیز مراسمی برگزار کرده و این روز عظیم را گرامی میدارند. در همین حال در ساعات اولیه صبح امروز نیز صدها تن از علما، فضلا، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی، مقلدان آیت الله لزما شیرازی دامت زلو و عموم شیعیان با حضور در دفتر معظم الله در شهر مقدس قوم ضمن شرکت در مراسم گرامی داشته مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله این روز را خدمت بزرگ مرجع جهان تشیع تبریک و تهنیت عرض کردند با هدف بررسی حال و هوای حرم متحر مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام در روز مبعث ارتباط مستقیم داریم با آج میر امیر خلفزاده خبرنگار ازامی اخبارشی به نجف اشرف آقای امیر زاده سلام و عرض عدب خدا قوت تبریک میگم مبعث پیامبر خدا را بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله اسعد الله ایامكم اید ما رو خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای بهنام عزیزان حاضر در اتاق فرمان و کلیه بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام اخبار شیعه عرض تبریک و تهنیت دارم و جای همگی شما عزیزان در نجف اشرف خالی مخصوصا این جایی که ورودی باب قبله آقا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام هست آقای خلاص لطفا برامون از حال و هوای حرم متحر و برنامه های که در آن پیش رو هستیم بفرمایید. خواهش میکنم حال و هوای حرم متحر آقا امیر المؤمنین حقیقتا وصفش ناگفتنیه ساعتی پیش من حرم متحر, حرم متحر مشرف بودم به نیابت از عزیزان داگو و نایب و زیاره بودم اقشار مختلف مردم رو دیدم در حرم متحر و حتی قبل از اینکه وارد حرم بشم خیابانهای منتهی به حرم متحر آقا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب گروه های زیادی زائران و شیعیان و موالیان آقا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیه السلام به طرف حرم متحر در حال حرکت بودند و توی برنامه صبح هم عرض کردم که ما واقعا شور و شعفی که داریم میبینیم در شیعان مولا امیر المؤمنین در روز زیارتی خاصه آقا امیر به مناسبت عید مبعث با اخلاق نیکویی که از پیامبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین دریافت کردن فرمایش پیامبر اکرم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق یعنی اینکه من اصلا علت به این هست که مردمان اخلاقشون مر از باب زندگانی تمام اینها در ارتباط با اخلاق و خلق و خوی پیامبرگونه عجین بشه و مایه رستگاریشون بشه ان الله برای همگان باشه از اقشار مختلف ملت مختلف چیزی که در شهر مقدس نجف واقعا چشم نواز هست حضور زائرانی هست که از کشورهای مختلف وارد شهر مقدس نجف شدن به ویژه زائران ایرانی زائرانی که همراه با خانواده هاشون همراه با اطفال خورد و درشتشون آمدن برای عرض تبریک به آقا امیر المؤمنین نفس پیامبر اکرم صلوات الله علیهم و حقیقتا وصف شهر نجف قابل گفتن نیست عرض کردم قبلا توی مناسبت هایی که اتفاق میفته در شهر مقدس کربلا، نجف، کازمین و سامر را وصف این مردم که به عشق اعمه اطهار مشرف میشن به حرم های اعمه واقعا ناگفتنی انسان تا نبینه نمیتونه حس بکنه من حد اون چیزی رو اون شور و شعفی که در وجود خودم پیدا شده رو بخوام منتقل بکنم واقعا نمیتونم به زبان نمیتونم جاری بکنم مردمی که اینجا با خوشحالی تمام هنوز چندین متر به در به قبله آقا امیر المؤمنین مانده سر به سجده روی زمین های سرد سجده میکنن و از خدای تبارک و تعالی تشکر میکنن که همچین روزی رو در نجف هستند. تشکر میکنم آقای میر زاده از نصیب و قسمت همه ارتباطو. شما عزیزان بشه تشکر و خدا قوت بهتون میگم ممنونم یا علی مدد حاج ریاض میرخلفزاده خبرنگار اعزامی به نجف اشرف با ما بود